یکی از ترسناک‌ترین فیلم‌های ژاپن که باعث میشه شما هیپنوتیزم بشید. گیلاسیا سلام، امروز یکی از فیلم‌های انقلابی سبک روانشناختی ترسناک رو آوردم به اسم کیور یا درمان که محصول سال 1997. بارها و بارها دیدیم توی کانال فیلم‌های خفنی که می‌ذاریم مخصوصاً توی سبک روانشناختی بین سال‌های 1996 تا سال 2000 پخش شدن و خب اینم یکی از همونا حساب میشه. واقعاً فوق‌العاده است، یه محتوای خیلی خفن داره و آخر فیلم هم می‌خوام یه بررسی کامل بکنیمش. بریم فیلمو ببینیم، حواسمون به اسپویل کامل و صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم زنی به اسم فیومی رو میبینیم که به مطب روانشناسی رفته. این مقداری انگاری درگیری ذهنی داره و داره کتابی رو میخونه به اسم بلو بیارد. میره پیش دکترش و سر صحبتشون هم از کتابی که داره میخونه میگه وسطاشه و میگه همین الانم میدونم آخرش قراره چی بشه. قراره که همسر بلو بیارد اونو به قتل برسونه. شخصیت اصلیمون یعنی مردی به اسم تاکابه رو میبینیم. تاکابه کاراگاه پلیسه و به صحنه احضار شده. اونجا مردی رو میبینه که به شکل وحشتناکی یه زن تنفروش از بین برده و رو بدنش هم بدون علامت X هک کرده. یکم اتاقهای دیگر رو میگردن و این مرد رو برهنه پیدا میکنن که یه گوشه کس کرده و حالش بده، باورش نمیشه این کار رو انجام داده. میبرنش ایستگاه پلیس و شروع به بازجویی میکنن. همکار اصلی تاکابه هم یه روانشناس به اسم ساکوما که با پلیس همکاری میکنه. با بررسی رفتارهای این مرد متوجه میشن مشابه با چندین پرونده قبلیشونه. پرونده که توی همشون یه آدم یه رفیق جون یکی دیگر رو گرفته به شکل خیلی وحشتناکی بوده، یه علامت X هم روی همشون هک شده و بعد از این اتفاق هم اون قاتل هیچی به خاطر نداره، اصلا نمیدونه چرا همچین کاری انجام داده. مردی که امروز این کارو انجام دادم دقیقاً به همین شکله. خلاصه که هرچی بررسی میکنن هیچ ارتباطی بین این پرونده ها نیست، ولی همه قربانی ها یه دونه X رو بدنشونه. ساکوما دیگه معتقده که شیطان به زمین اومده و داره آدم ها رو مجبور به این کارها میکنه، اما تاکابه مطمئنه یه دلیل منطقی داره. طرف دیگه شهر یه دونه معلم میبینیم که کنار دریا نشسته و داره چیزی مینویسه. غریبه ای رو میبینه که حتی اسمش هم یادش نیست و کلا همه چی رو انگاری فراموش کرده. معلم دلش میسوزه و اونو میاره به خونه تا که ازش پذیرایی بکنه. میفهمه که اسم این مرد به خاطر برچسبی که روی کتش نوشته شده بعد مامیا باشه. بعدم بهش میگه میخوای از پلیس کمک بگیریم، ولی مامیا کاملا مخالفه. بعدم شروع میکنه پرسیدن سوالهای شخصی از این معلم، سوالهایی که عموما در مورد همسرشان. همینطور که دارن حرف میزنن یه رفیق معلم نگاهش به سیگار مامیا میفته و انگاری هیپنوتیزم میشه. میریم به سکانس بعد. تاکابه به خونهشون میاد و میفهمیم زنی که اول فیلم دیدیم یعنی فیومه در واقع همسر تاکابه است. با هم صحبت میکنن و سر شام هم یه برنامه برای سفر میریزن تا حالشون به عوض بشه. میریم به روز بعد. خبری به تاکابه میدن که اتفاق جدیدی افتاده. همون معلمی که روز قبلی دیدیم حالا همسر خودش رو از بین برده و خودش هم از پنجره پریده پایین تا جونش رو بگیره. اما خب خودش زنده مونده و الانم پلیسا گرفتنش. وقتی باهاش صحبت میکنن میفهمن این پرونده هم کاملا شبیه قبلی هست، از جمله علامت X روی بدن همسر این معلم و حرفایی که میزنه و میگه هیچ چیزی یادش نیست. جالبه که میگه وقتی این کار رو انجام دادم انگاری همه چیز عادی بود و باید همچین کاریو میکردم. دیگه حتی تاکابه هم داره معتقد میشه شیطان به زمین اومده و این کارها رو انجام میده. اما وقتی یکم با ساکوما بحث میکنن یه تئوری به ذهنش میاد. میگه شاید همه اینا یه اتفاقایی توی کودکیشون افتاده که سرکوب کردنش، بعد یه دفعه رد دادن و این کارو انجام دادن. اما خب ساکوما میگه نه، این منطقی نیست. خیلی از آدم‌هایی که همچین کارهای وحشتناکی انجام میدن هیچ دلیلی براش ندارن. وسط حرفشون هم ساکوما در مورد همسر تاکابه ازش سوال میکنه. میفهمیم این زنش یعنی فیومی یه مشکل روانی داره و برای همین هم پیش دکتر میره. اما خب تاکابه میگه هنوز حالش بهتر نشده و نمیدونم دیگه چیکار بکنم. ساکوما هم میگه زیاد درگیر این پرونده‌ها نشو، بیشتر به همسرت برس، اون بهت نیاز داره. اما خب تاکابه میگه این کارمو مجبورم وقتمو براش بذارم. طرف دیگه شهر دوباره مامیا رو میبینیم، کسی که اون معلمو هیپنوتیزم کرده بود و حالا میدونیم همه کارها زیر سرشه. مامیا میخواد یه جایی بپره و یه مامور پلیس میاد و میخواد جلوشو بگیره اما موفق نمیشه. مامیا میپره و فقط پاش میشکنه، اما مامور که بهش مشکوکه اونو میاره به ایستگاه تا ازش بازجویی کنه. خب مشخص مامیا هم هیچ اطلاعاتی بهشون نمیده، اما در آخر که میبینه اینجا گیر افتاده بهشون اجازه میده که در مورد هویتش بررسی بکنن. پلیس هم خوشحال میشه و فکر میکنه داره نتیجه میگیره. همین که همکارش میره و با هم دیگه تنها میشن، مامیا دوباره شروع میکنه به استفاده از فندکش و یه دفعه مامور پلیس بهش خیره میشه.
شده، حالا اونم هیپنوتیزم شده. اون طرف هم میبینیم که ساکوما و تاکابه همچنان دارن صحبت میکنن و حالا بحثشون به هیپنوتیزم رسیده. تاکابه میگه شاید همه اینا هیپنوتیزم دارن این کارها رو انجام میدن، اما ساکوما میگه تو علم روانشناسی هیپنوتیزم طوریه که هیچ وقت نمیتونه یه آدمو مجبور به کارهایی بکنه که برخلاف خصوصیات اخلاقی خودشه. بعدم برای اینکه یه همچین علامتی روی همه قربانی ها حک کنن، باید یه آدم خیلی خفن بتونه هیپنوتیزم فوق العاده حرفه‌ای رو انجام بده. اون مامور پلیس هیپنوتیزم شده را میبینیم که میره بیرون ایستگاه پلیس کنار همکارش وامیسته و بدون هیچ حرفی با شلیک گلوله اونو از بین میبره. بعدم میشینه کنارش، همون علامت رو بدنش حک میکنه. میریم پیش فیومی که دوباره رفته پیش روانشناس خودش. این بار که میره تمام اطلاعات کتابی که قبلا میخونده رو از یاد برده. حالا میفهمه مشکل روانی این دختر فراموشی خیلی زیادشه. به بیمارستان این منطقه هم میریم که مامیا بعد از اتفاقی که برای پاش افتاده بود حالا اومده تا خودش رو درمان بکنه. پیش یه دونه دکتری میشینه که قبلا میخواسته یه دونه جراح بشه، اما خب به خاطر جنسیت ستیزی مردهای همکارش مجبور شده به دکتر عمومی بودن کفایت کنه. همینم باعث میشه که مامیا قربانی بریش رو تشخیص بده. دوباره شروع میکنه به هیپنوتیزم، این بار با استفاده از آب، و کاری میکنه که این زن تنفرش از مردها رو به خاطر بیاره. حالا مامیا یه پله جلوتره و تازه به تاکابه و همکاراش خبر میدن که یکی از مامورهای پلیس همکارش از بین برده. تاکابه و ساکوما هم میرن که با این مامور صحبت بکنن، ازش بازجویی انجام بدن. ماموری که میگه من واقعا همکارم متنفر بودم، نمیدونم چی شد، ولی وقتی که این کارو باهاش انجام دادم خیلی آروم بودم، اصلا نمیترسیدم، حس میکردم تمام بدنم این کارو میخواد انجام بده. این بار شک ساکوما به هیپنوتیزم خیلی بیشتر شده، برای همینم یه سری تست روانشناسی انجام میده و مطمئن میشه که این مرد تحت هیپنوتیزم این کارو انجام داده. میریم یه سر به بیمارستان و اون دکتر رو میبینیم که حالا رفته به سرویس بهداشتی بیمارستان و اینجا یکی از مردها رو به شکل وحشتناکی از بین برده و داره روی بدنش همون علامت زبده رو حک میکنه. این خبرم به تاکابه میرسه و سری به همین سمت راه میافتن. وسط راهن که یکی از مامورهای پلیس میگه مردی رو دیدن که توی بیمارستان بوده و قبلتر هم همون مامور پلیس گرفته بودتش. منظورشون مامیا و حالا مظنون اصلی مشخص شده. تاکابه دستور میده سری بیمارستان رو بگردن و موفق میشن بالاخره این مرد رو گیر بندازنش. بالاخره وقت بازجویی از مامیا توسط تاکابه میرسه. عکس تمام قربانیاشو بهش نشون میده، اما تاکابه میگه هیچ کلومو نمیشستم و به یاد نمیارم، حتی اسم خودشم یادش نیست، و خب دیگه خیلی تاکابه عصبی شده. مامیا هم هی از تاکابه سوالهای بی ربط میپرسه در مورد زندگیش، خانواده‌اش، همسرش، و در آخر اونم عصبانی میشه و میخواد بهش حمله کنه، اما ساکوبا موفق میشه جلوشو بگیره و با هم میرن بیرون تا صحبت کنن. به تاکابه میگه از اینجا به بعدش با من، تو برو یکم استراحت بکن. بعدم میگه مامیا یه سری رفتارهای فوق‌العاده عجیب و خطرناک داره نشون میده که توی روانشناسی واقعا مهمن، برای همین باید خیلی بررسی بشه. وقتی تاکابه به خونه برمیگرده خبری از همسرش فیومی نیست. خیلی نگران شده و شروع میکنه به گشتن دنبالش اطراف خونه. اونو بالای یه سری پله پیدا میکنه در حالی که راه خونه رو گم کرده. دست و پای تاکابه دارن میلرزن و همسرش میگه که میدونم ازم خسته شدی، میدونم دارم اذیتت میکنم، هیچ وقت هم قضاوتت نمیکنم اگه بخوای ولم کنی. اما تاکابه میگه نه اصلا اینطوری نیست، من واقعا دوستت دارم، و دوتایی میرن خونه. روز بعدی میرسه و بعد بررسی همه لوازم مامیا متوجه یه دونه زخم سوختگی رو کمرش میشن. بعد آدرس خونهش رو پیدا میکنن و میرن که اونجا رو بگردن. خونه‌ای که پر از حیوانهای مختلف از جمله میمون و یه سری کتاب خیلی مهم در مورد روانشناسی. اکثرشون هم در مورد یه فلسفه مهم تو روانشناسی هم به اسم مزمریسم. مزمریسم همون هیپنوتیزم سابق بوده که به شکل مختلفی انجام میشده. حالا فهمیدن که مامیا یه دانشجو روانشناسی هم هست و برای همینه که انقدر توی کارش حرفه‌ایه. بیشتر میگردن تو قسمتی از خونه، یه میمون رو میبینن که بدنش پوسیده، به جای بسته شده و روی گردنش هم علامت زبدر حک شده. یکی دیگه از سوژه‌های آزمایشی مامیا. بعد بررسی خونه تاکابه همه اطلاعات رو زنگ میزنه و به ساکوما میده و قبل اینکه به سمت ایستگاه پلیس راه بیفته یه حس عجیبی میگیره. یه دفعه نگران همسرش میشه و سری سمت خونه راه میفته. وقتی میره داخل با صحنه وحشتناکی روبرو میشه که همسرش خودش رو از سقف آویزون کرده. میفته زمین و با صدای بلند گریه میکنه و فریاد میکشه و همین لحظه که بالا سرش رو نگاه میکنه میبینه فیومی کاملا سالمه و این فقط توهم تاکابه بوده. فهمیده که مامیا روی اعصاب خودش هم رفته و قطعا داره یه اتفاقایی براش میفته. برای همین سری به ایستگاه پلیس برمیگرده و تازه میفهمه که ساکوما مامیا رو از اینجا انتقال داده به بیمارستان روانی، چون میترسه که تاکابه دوباره باهاش روبرو شه. اما اون با عصبانیت به سمت همین بیمارستان روانی راه میفته و میره به دیدن مامیا. با عصبانیت میگه کلی لوازم توی خونت پیدا کردیم که همین امروز محکومت میکنم و تا ابد تو زندان میمونی.
اما مامیا به آرومی میگه من اصلا نگران این قضیه نیستم. نگرانی من تویی. تو دو تا زندگی مختلف داری. هم میخوای به همسرت برسی، هم میخوای کارآگاه باشی. اینطوری داری خودت رو نابود میکنی، چون اصلا خود واقعی تو نمیتونی ببینیش. تاکابه با عصبانیت میگه خود واقعی من همینه که انقدر به هم ریخته است. زنم داره دیوونه میشه، نمیتونم دیگه تحمل بکنمش. کارم هم داره خیلی بهم فشار میاره. مامیا میگه پس مشکل اصلیت همین همسرته. فهمیدم نقطه ضعفت چیه. اما تاکابه میگه نه، مشکل اصلی من همسرم نیست. مشکل اصلی من جامعه است. مشکل من امثال تو ان که نمیذارید یه روز توی کارم آروم باشم و همش دارید منو به هم میریزید. جامعه از من کارآگاه توقع داره که هیچ احساسی نداشته باشم، حتی به همسرم اهمیت ندم، و همینم باعث شده که انقدر رابطه‌ام باهاش خراب شه، چون مجبورم یه کارآگاهی باشم که به همه غیر از خودش اهمیت میده. مشکل اصلی من آدمای خودخواهی توی جامعه ان که کاملا شبیه تو ان، کسایی که فقط به خودشون و احمق بودنشون اهمیت میدن و نمیبینن که امثال من چه دردهایی میکشن. من همسرمو میتونم قبولش بکنم و باهاش کنار بیام، اما هیچ وقت تو رو نمیبخشم، تویی که این مدت سخت زندگی منو سخت‌ترش کرده بود. مامیا با تعجب داره به تاکابه نگاه میکنه و میگه این فوق‌العاده بود. تو خیلی قشنگ تونستی احساساتت رو نشون بدی و این یه پیشرفت خوب حساب میشه. تاکابه فندقشو درمیاره و روشن میکنه. میگه حالا تو هم بگو. بگو دلیلت از این کارها چی بود. اما همین لحظه بارون میگیره و به خاطر اینکه از سقفم آب میریزه مجبورن جلسه رو تمومش بکنن. البته تاکابه میفهمه که اطلاعات شخصیشو نگهبان مامیا بوده که بهش لو داده. برای همینم وقتی میاد بیرون یکی نگهبان رو کتکش میزنه. روز بعدی هم صحبت تاکابه و همکارش ساکوما رو میبینیم. با هم دیگه که دارن حرف میزنن، ساکوما میگه که مزمر یه روانشناس قدیمی بود که هیپنوتیزم رو به وجود آوردش. بعدم میگه که مامیا یه شخصیت خیلی ترسناک داره، مشکلات چند شخصیتی داره، فراموشی خیلی زیادی گرفته و برای همینم باید ازش دور بمونی، خیلی خطرناکه. اما خب تاکابه بهش توجهی نداره. میبینیم که جلسه اول دادگاه مامیا شروع میشه. اونو میبرن توی دادگاه و یه سری از مامورها شروع به سوال و جواب ازش میکنن. مامیا همچنان بازیهای ذهنیش رو ادامه میده و یکی از مامورها هم به دستش عصبانی میشه. یواشکی هم یه بار در گوش تاکابه میگه من تو رو درکت میکنم. تو خیلی آدم خاصی هستی و فقط تویی که حرفای منو میفهمی. این شب که تاکابه به خونه میاد و میبینه که همسرش موقع غذا درست کردن بازم فراموشی گرفته و گوشت خام تو بشقاب گذاشته، دیگه خیلی عصبانی میشه. وقتی که فیومی خوابیده، یه چاقو برمی‌داره و میره بالا سرش. اما لحظه آخر به خودش میاد و سریع از اتاق میادش بیرون. حالا مطمئن حالش خوب نیست و مامیا یه کاری باهاش انجام داده. برای همینم همون روز بعدی همسرش رو میبره به تیمارستان و اونجا بستریش میکنه تا وقتی که این قضیه حل بشه و آرامش خودش برگرده. ساکوما هم به تاکابه زنگ میزنه و میگه اطلاعات مهمی پیدا کردم. اونم به دیدنش میره و ساکوما یه فیلمی رو براش پخش میکنه. توی این ویدیو یه زنی داره هیپنوتیزم میشه و مشخص نیست کی داره این کارو باهاش انجام میده. هر کی که هست با دستش یه علامت صلیب میکشه که هیپنوتیزمش رو تموم بکنه. حالا میفهمیم این زنی که توی فیلم بچه خودش رو با دستای خودش از بین برده و حالا هیپنوتیزم کننده داره بهش کمک میکنه تا این خاطره رو از ذهنش پاک کنه و بتونه به زندگی عادیش ادامه بده. یعنی میخواسته یه آدم گناهکار رو اینطوری به حال خوب برگردونه. این وسط یه رفعه اطراف ساکوما عوض میشن. خودش توی دونه سلول میبینه که تاکابه داره میاد سمتش و میخواد بهش حمله کنه. یه رفعه تاکابه انقدر داد میزنه که ساکوما به حالش برمیگرده و میفهمیم که مامیا اونم هیپنوتیزمش کرده. اما خب داره دیر میشه و خیلی اثرات هیپنوتیزم دارن بیش از حد خودشون رو نشون میدن. صبح بعدی که میرسه دو اتفاق خیلی بد افتادن. اولیش این که مامیا تونسته از سلول خودش فرار کنه و مشخص نیست چجوری. دومیش هم این که ساکوما تو اتاق خودش جون خودش رو گرفته. وقتی تاکابه این خبرها رو میشنوه خیلی آرومه و هیچ واکنشی نشون نمیده. بعدم راه میفته سمت یه دونه کارخونه متروکه، جایی که فیلمی که دیدیم اون زن داشت هیپنوتیزم میشد توش فیلم برداری شده بود. وارد میشه و میبینیم که مامیا اونجا منتظرشه. اینجا میفهمیم تاکابه بوده که مامیا رو از زندان فراری داده، شاید تحت هیپنوتیزم، شاید به دلایل دیگه، ولی به هر حال اون این کارو انجام داده. مامیا میگه که قسمت ما این بود که به اینجا برسیم. سرنوشت می‌خواست بیایم اینجا تا حقیقت خودمون رو فاش بکنیم. من تو خیلی شبیه همین. قبل از اینکه حرفاش تموم بشن تاکابه بلند میشه، با بیرحمی میاد سمتش و با شلیک چند گلوله مختلف جون مامیا رو میگیره. سکانس عوض میشه و میبینیم که تاکابه تو خونه خودشونه. گرامافونش رو روشن میکنه و یه دونه صدا ضبط شده که خیلی عجیبه، ولی یه اتفاق عجیبی برای تاکابه میفته. سکانس بعد میبینیم که همسرش فیومی توی تیمارستان
به قتل رسیده. اونم توسط یکی از پرستارهای همین جا و یه علامت اکس هم روی بدنش هک شده. در همین حال تاکابه رو میبینیم که توی رستوران نشسته و داره چیزی میخوره. بالاخره حالش خوبه و اعصاب آرومی هم داره. گارسون میاد سمتش و وقتی که ازش دور میشه یه چاقویی برمیداره و سمت یه نفر دیگه تو همین رستوران راه میفته. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. با دیدن فیلم کیور باید یه سوال از خودت بپرسی: تو واقعا کی هستی؟ این همون جمله یه که اکثر منتقدها موقع تحلیل این فیلم میگن، به خاطر اینکه توی این فیلم ما با آدم‌های مختلفی روبرو میشیم که همشون یه بُعد دیگه درونی دارن. یعنی ممکنه یه نفر با زنش رابطه خیلی خوبی داره، یه نفر با همکارش خیلی خوب برخورد میکنه، ولی در اعماق وجودش از اون طرف متنفره. حس میکنه داره آزادی‌های انسانیشو متوقف میکنه. برای همینه که شخصیت روانی ما، یعنی همون مامیا، میاد این آدم روانی رو بیرون میکشه. و خب فلسفه‌ش هم اینه که میگه من خود واقعی تو بهت نشون میدم، پکارم اشتباه نیست. جنبه های فیلم خیلی زیادن و خب بخوام تا جایی که میشه اکثرشون رو بررسی بکنیم. اول میام در مورد پایان بندی صحبت میکنیم. اولا که موقع تحلیل فیلم ما گفتیم وقتی که مامیا داشت با تاکابه صحبت میکرد ازش پرسید که چرا انقدر مثلا حالت بد، عصبانی، تاکابه یه اعتراف میکنه، میگه درد من، مشکل من اجتماعه، تو و امثال تو انقدر روانی بودن رو ادامه میدید که من زندگی مختل میشه. و چی شد؟ شخصیت درونی تاکابه از اجتماع متنفره و مامیا یه دونه نماینده به عنوان اجتماع. پس آخر فیلم هم مامیایی که پیروز میشه و میاد اون خود درونی تاکابه رو بیرون میکشه، باعث میشه نفرتش از اجتماع رو سر همون مامیا تلافی بکنه. محتوای فیلم هم همونطوری که بهتون اولش هم گفتم در مورد اینه که خود واقعی تو کیه. فیلم میخواد به ما نشون بده که همه ما یه دونه خود وحشی داریم که به خاطر دردها و مشکلاتی که توی زندگیمونه اونو ساختیمش و درون خودمون حفرش کردیم. ممکنه مثلا خود واقعی تو این باشه که تو الان یه کارمندی، یه زندگی عادی داری. خود واقعیت این باشه که دلت بخواد یه دفعه همه چی بکنی، ماشینتو برداری، بری یه مسافرت، دیگه هم برنگردی. و خب اینو اگه دور و برت بفهمن میدونن دیگه نمیتونن بهت اعتماد بکنن یا پشتشون بهت گرم باشه، چون ممکنه همه رو ول کنی. خلاصه که هر کسی به شکلی یکی از این خودهای مخفی داره و قطعاً شما هم داریدش. فیلم میخواد به ما قبول کردن این خود واقعی رو نشون بده و اینکه باید یه جوری باهاش کنار بیایم، یا باید برای همیشه دفنش بکنیم و کلا کنارش بذاریم، حتی توی ذهنمون هم درون خودمون هم بهش فکر نکنیم، یا اینکه باید بپذیریمش و اونو به خود واقعیمون تبدیل بکنیم. اما اگر خود واقعیتون میخواد به یه نفری که دور و برت بدترین آسیب ها رو برسونه، خب پس باید حلش بکنی و بری توی ذهنت بگی چرا من از این طرف متنفرم، چرا میخوام بهش آسیب برسونم. اگر امکانش هست برات غیر طرفو بزن، کنارش بذار کلن که دیگه نخواد هر لحظه با اون تنفر رو برو بشی، یا اگر که میبینه غیر منطقیه حلش کن که دیگه اون متنفر بودن از بین بره. باید یه جوری اینا رو حلش بکنی که نه به دیگران آسیب برسه نه خودت صدمه ببینی. نکته دیگه این که ما توی فیلم متوجه میشیم این روانی مامیا میاد این حرکت هیپنوتیزمش رو از یه دکتر دیگه یاد میگیره، کسی که داشته همین آزمایش ها رو روش انجام میداده و خب همینطوری انگاری انتقال پیدا میکنه این چرخه. برای همین هم هست که بعد از مامیا تاکابه حالا این مسئولیت به عهده گرفته و اون گارسونی که تو آخر فیلم میاد پیش تاکابه و بعدش میره یه چاقو رو برمیداره، یعنی تاکابه اونو هیپنوتیزمش کرده توی همون چند لحظه و خب داره میراث مامیا رو ادامه میده. پس یکی از دارک‌ترین پایان بندی ها رو داریم با هم میبینیم. یکم در مورد ساختن این فیلم صحبت کنیم، به خاطر اینکه دانشجوهای سینما توی اکثر کشورهای جهان حتما باید یک بار این فیلم مورد نقد و بررسی قرار بدن، چون تمام نکات فیلم سازی توش به بهترین شکل رعایت شده. مهمترینش صدا سازی و فیلم برداریه. ما یک سری از سکانس ها رو داریم که واقعا اتفاق وحشتناکی توش میفته، مثل همون کاری که افسر پلیس با همکارش انجام داد. ولی اینطوری نیست که مثل فیلم های امروزی دوربین هی بره مثلا زوم شه رو چاقو، بیاد روی زخم، بره روی قربانی، بیاد روی قاتل، همه اینا رو بخواد نشون بده. نه، دوربین یه سکانس کاملا ثابته، همونطور که شما دارید منو میبینید. و توی این سکانس اول همه چیز اوکیه، یه دفعه بدترین اتفاق ها میفته، قاتل به زندگی روزمرهش ادامه میده و شما میمونید با یه حس فوق العاده عجیب و ترسناک. یکی از کارهایی هستش که واقعا یه آدم نابغه میتونه پیاده سازیش بکنه که خب کارگردان این فیلم هم توش موفق میشه. یه قسمت دیگه این کار توی نورپردازی اتفاق میفته، اتفاقهایی که برای تاکابه میفته و هر باری که دوچار تنش میشه، چه موقع دعوا چه موقع بحث با بقیه، یه چراغ چشمکزن توی اون صحنه است، از جمله مهتابی که داره میسوزه، چراغ راهنمایی که داره خاموش روشن میشه. این جور چیزها باعث میشن که شما یه حس بدی تو شکل بگیره هر باری که اون اتفاقا میفته. و آخرهای فیلم یه جایش هست که اوج هیجانشه. اونجا پشت هم نگی شما هی داری این چراغ های چشمک زن رو میبینی،
کارگردان شما رو هیپنوتیزم کرده و یه لحظه تمام اون صحنه خود به خود توی ذهنت میگذره و آماده این لحظه میشه. خیلی کار خفنیه و اینکه توی سینما پیاده سازی شده کار یه عجوبه است. مورد دیگه که میخوام بهتون بگم سختی ساختن این فیلمه. وقتی که یه همچین محتوای قرار پیاده بشه، کارگردان، فیلمبردار، آهنگساز، همه دارن صد خودشون رو میذارن، دیگه بیشترین فشار روی بازیگر میفته، چون بازیگره که باید همه اینا رو پیاده سازی بکنه و اگر یک جای کارش اشتباه باشه زحمات همه به فنا میره. همین هم ازش که وقتی یک بار این فیلم رو نگاه بکنید میفهمید چقدر بازیگر رو توش خفنن، چقدر زندگیشون رو پای این کار گذاشتن تا بتونن عمق درد خودشون رو نشون بدن. اون لحظه‌ای که تاکابه فریاد میکشه، مو به تن آدم سیخ میشه، موسیقی قطع شده، هیچ صدایی نیست و فقط شما تاکابه رو میبینید که با اون میمیک چهره بهت نشون میده چقدر حالش بده که همسرش رو توی توهم خودش با اون حال دیده. خلاصه که هرچی بخوام از ساختار این فیلم بگم کمه، چون واقعا عمیق، خفنه و هزاران حرفم پشتشه. لایک، کامنت، ساب یادتون نره. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. دوستتونم گلسی.